سلام نازنین خانم. سلام عزیزم، خوبی؟ خواب بودی؟ حالا چقدر خوابه؟ میگم که سعید خونه نیست، بعد اگه دوست داری یه سر بیا بالا با هم یه چایی بخوریم، گپی هم بزنیم. چیزی شده آتوسا جان؟ سعید خوبه؟ نه چیزی نشده. باشه همین الان میام. آمریکایی از اون تیرمارای زحلی بود آقا سعید که سوزنه شما مینداختی بالا، تیرو از تو سوراخ سوزن رد میکرد، اینقدر زبل بود. ما چه کار کردیم؟ ما برای اینکه جلو فرنگی جماعت کم نیاریم، چون افتاش واسمون دیگه، بلافاصله من دوربین برداشتم کشیدم به اطراف، کاملا اطراف رو نگاه کردم، دیدم رو یال کوه روبرو یک کل 9 ساله داره میاد. اینه داشته باش، با این هوا گردن اینجا رو باش، به این کلوفتی. به جون آقا سعید نباشه بدش من، به جون خودم شاخ داشت. بله بزرگتر این هوا اوها پنج برابر اون یه چیزی اینها خودشه، یه چیز هیولای عجیب و غریبی که من تا با امروز ندیده بودم اصلا. خیلی خوش اومدی. ممنون. یا بشین یه دقیقه، اومدم اینجا زحمت میکشیم. رژیمیه. خیلی خوشحالم کردی. ممنونم. سعید چطوره؟ خوبه؟ وقتی بهت زنگ زدم چیکار میکردی؟ والا داشتم یه خورده ترشی مرشی برای شام میذاشتم رو میز حوصونه علیرضا. چی آتی خانم؟ خوبی دختر؟ خوش به حالت نازنین. با اینکه انقدر مشکل داری و باید خانوادت رو اداره کنی، بازم انقدر دلت خوشه که برای خودت سرگرمی درست میکنی، ترشی میندازی، با بچهات میری خوش میگذرونی. بالاخره منم سعی خودم رو میکنم آتوسا جان. اتفاقی که برای زندگی من افتاد خدا نصیب هیچ کس نکنه، ناشکری میکنی. خیلی حسد یه گوشه از این زندگی تو رو میخورن. سعید هم وضعش خوبه، هم شوهر خوبیه. حالا نمیدونم چی شده این حرفا رو میزنی. تو چه میدونی؟ بعد ازدواج فهمیدم که سعید خیلی گرفتاری کاری داره. اینقدر این گرفتاریش زیاده که اصلا نمیتونه برای من وقت بذاره. از اون رابطه عاشقانه اول ازدواج چند ماه بعدش دیگه هیچ خبری نبود. مطمئنی؟ وقتی به سعید میگفتم بابا برای منم یه ذره وقت بذار، اون اوائل واسه اینکه دهنمو ببنده برام هدیه میگرفت. اولش خیلی دوست داشتم و برام جذاب بود، ولی بعدش هرچی هدیه ها گرونتر میشد حال منم بدتر میشد. اصلا میدونی چیه؟ سعید از من خسته شده، دنبال یه چیزی میگرده که خودشو سرگرم کنه. خب همه این چیزایی که میگی به نظر من مطمئنم سعید تو این دنیا هیچ کس به اندازه تو دوست نداره. حالا چی شده اینطوری فکر میکنی؟ نمیدونم، فضولی نباشه، چیزی ازش دیدی؟ سعید میخواد که بچه دار بشی. خب این که خوبه. اصلا ببینم تو وقتی بچه دار شدی چه حسی داشتی؟ وقتی به دنیا اومد؟ نه
آها آخه ما تقریبا بچه بودیم، سن و سالی نداشتیم، تصمیمی هم نداشتیم دیگه. شد اینطوری دیگه، یهو دیدیم علیرضا هست، شد یه سالش، شد دو سالش، مدرسه رفت، یه ما هم کم کم باش بزرگ شدیم. ما بلافاصله بادشو گرفتیم. بادو گرفتم رفتم توی سر تیر، رفتم تو سر تیر، دیدم یواش یواش بغل گرفت. بغل که گرفت بلا فاصله یه تیر و پس تیر ول کردم واسه تو تنگ بغلش. صدای تیر پس تیر که بلند شد، آمریکایی تازه فهمید که قضیه چیه، موضوع چه قراره. به ما یه اینجوری نگاه کرد و گفتش که مرحبا مستر. تو چرا قد داغی ماما؟ ماما معذرت میخوام، عادت کردم. بیا بشین. تو تب داری؟ نه چیزی نیست، خوب میشم. چیزی خوردی؟ نه از صبح که سعید رفته اصلا اشتها ندارم. سعید کجاست؟ بالا ولی خب چه فایدهش؟ دو سه روز بعد ما توبه کردیم و از اون به بعد دیگه شکار نکردم که نکردم. قصهشم طولانی، اگه بخوام وسط تعریف کنم خیلی طول میکشه. ایوه، میگم این جریان توبه حالا چی هست؟ گمون کنم آتوس خانم باشه. واندیا هیچی نگو تا من بهش بگم نیستی. سلام آقای شیرزاد. سلام خانم، بفهمید داشتم تمیزیش میکردم. بله، یه لحظه با آقا سعید میگین بیان دم در. سعید نیست اینجا. سلام نازنین خانم. سلام، من فکر میکنم باید آتوس جان رو برسونیم به دکتر، داره از تب میسوزه. باریکلا آقا سعید، باریکلا، خوشم اومد، زنده باد. به این میگن حرکت قشنگه. زنده باد. چرا پا میشی؟ ده میگم کجا؟ من باید آتوسا رو ببرم دکتر. بگی بشین مرد حسابی، دکتر کجا بوده؟ گوشت از این حرفا پر باشه، اینا حرفای خاله زنکه، میخوان برت گردونن. بشین سعید جان. من نفهمیدم چرا اینقدر به زنت داری باج میدی؟ چرا حرف باید حرف اون باشه؟ تا کی میخوای به این باج دادن ادامه بدی؟ ما نفهمیدیم بابا. تو که همه امکانات براش فراهم کردی، ماشین، پول، خونه، دیگه چشه؟ ها؟ چرا باید تو رو از نعمت پدر بودن محرومت بکنه؟ هیچ وقت این سوال از خودت کردی؟ هیچ وقت پرسیدی از خودت؟ آره پرسیدم. سال اولی که با تو ازدواج کردم متوجه شدم هر وقت از گذشتش ازش میپرسم بحثو عوض میکنه، واسه همین کنجکاویم بیشتر شد. کار و زندگیمو تعطیل کردم و افتادم دنبال گذشته زنم. میدونی چی فهمیدم؟ فهمیدم که آتوسو گذشته تلخی داشته.
یه بابایی داشته که هیچ وقت خونه نبود. من نمیخوام بهش سخت بگیرم، میخوام بهش خوش بگذره، میخوام یه کاری کنم تمام اون گذشته تلخ تو ذهنش پاک. اما فقط یه چیزی رو نفهمیدم، چرا نمیخواد بچه داشته باشیم؟ همین آقای شیرزاد. میخوام یکی از عکسای نادر رو بهت بدم بدی به دوستت. عکس داره چی؟ فقط میخوام مطمئن بشم که دیگه اونجا نمیره. اگه دوباره چیزی ازش دیدی؟ نه، فقط میخوام مطمئن بشم، همین. باشه، حرفی نیست، ولی تو هم زیادی داری سخت میگیری دیگه. نازنین جان، اصلا بحث سخت گیری نیست، میخوام آروم بشم، میخوام دلم از این دلشوره بیاد بیرون، اینطوری هم بهتره. نه افسانه جون، همیشه اونطور که تو میگی بهتر نیست.
سلام. چه به موقع تماس گرفتی؟ خواستم خدمتتون تماس بگیرم بگم دو بسته زعفرون بهم برسونید. اتفاقا منم برای همین موضوع تماس گرفتم که بهتون بگم از این بعد باید از یه نفر دیگه خرید کنی. چرا؟ مگه اتفاقی افتاده؟ نه، دیگه کار نمی کنم، از این کار زدم بیرون. از کی؟ ما که تازه با هم آشنا شدیم. از همین امروز. شما هم دیگه با من تماس نگیرید. سلام نظر خانم، اونجا خیس میشه. بیلوچ اتفاقا کارتون هم داشت. خسته نباشین، زحمت افتادی. کارگره رفتن مرخصی، محبوب خلمالو اینجا رو نخواه گردنم. یا اگه مسافرات رو کنسل نکرده بودی اوضاع جفتمون الان درست بود. پایه آخر همین هفته ردیفش کنم. والا اینجور که پیداست برادرم حالا حالا اینجا موندگاره. یه مشکل مالی هم داشتم، اونم فعلا رو به راه شده. یعنی بیشتر از 200 میلیون گیرت اومده؟ نکنه گنج پیدا کردی؟ نه، اما به قدر جور کردم که منت خواهرتو نکشم و حلقه رو از گروهی در بیارم. آه خسرو، رو من حساب نکن، برو دنبال یکی دیگه، این کار از دستت نپره. ممنون که خواستی کمکم کنی. تمرکز خیلی مهمه، دست باید حالت پاندولی داشته باشه. خیلی شیکه، به آدم در تمام روز تمرکز میده. خیلی خوب نشونه میگیری. تمرین میخواد، یه خورده از اون کاسنی بریز بخوری. برای خودت هم بریز، کلیت یا اون بیمه میشه. هم جنس میخوام هم حلقم. چقدر؟ 8200. 1200ش مال بدهی قبلیه، 100 گرم هم میخوام. دو سه روز مشتری ها رو سر دوندم، یک دوتاشون هم پریدم. تو که پول نداشتی، نکنه کسی رو خفت کردی. خسرو، خسرو، یه بسته سطلایی بده به این خانم شیکه. فکر این که دوباره چیزی گرو بذاری و به جنس بدم و از کلت بیرون کن. خداحافظ. نمیدونم از کجا پول جور کرده، فعلا که میگه اوضاع ردیفه و کار انجام نمیده. نگران نباش داداش کوچیکه، اوضاعش به هم نیست. این که دیگه از شوهر مرحومش سفتر نیست که. سلام خانمی، خوبی؟ غذا که درست نکردی؟ سلام، نه هنوز یکم بد حالم، تازه جانپا شدم. خیلی خوب، پس بودو بیا که گرسنگی مردیم.
تا تو میز شما بچینی من اومدم. به خدا مجبور شدم قرض گرفتم. عوضش اینو دیدی؟ پسش گرفتم. فقط یکم دلچرکینم، نفهمیدم نادر از ترس این که من یه وقت نرم یه چیز به افسانه بگم به پول داد. اینو مطمئن باش منو باج گرفتن دیگه به جون خودت پسش میدم، به جون خودت. اما تو الان کجایی؟ دلم پر میکشه برای یه لحظه دیدنت. زود پسش میدم. باشه. بفرمایین. تا پریشب اصلا فکر نمیکردم به خاطر من تب کنی. حالا توهم برات نداره؟ از صبحش چیزی نخورده بودم، تو هم که اعصابم خورد کرده بودی. خب منم تب کردم دیگه. چیه؟ تو چرا به من حقیقتو نمیگی؟ تو رو خدا باز شروع نکن. میدونی که تایی این قضیه دعواست. داخل چه دعوایی؟ من فقط میخوام ببینم چرا نمیخوای بچه دارشون. همین داخل دردت میاد دوباره مثل بچه ها قهر میکنی میذاری میری. تو نگران نباش، تو به من بگو من از جام تکون نمیخوام. تازه این دفعه فکر نمیکنم که با دعوا دکترم تبت بیاد پایین. میدونی آخه من خیلی بدبختم، همش باید راجع به زندگیمون به همسایه ها دروغ بگم. اون از افسانه که سدونک خونه به نامش، اونم از نازنین که بعد از مرگ احمد تازه میفهمه یه حساب 200 میلیونی خورده به نامش. اون وقت من که شوهرم از همه پولدارتره، یه انباری هم به نامم نیست. ای این چه ربطی داره به بچه دار نشدنه؟ ربط داره دیگه. اون از مهریم که روم نمیشه جایی بگم، هر کی هم که میپرسه دو تا صفر میذارم جلوی 14 تا. چرا؟ واسه اینکه به مادر جناب عالی ثابت کنم که من به خاطر پول پسرش باش ازدواج نکردم. اصلا من نمیدونم چرا مادرت باید قد دخالت کنه تو زندگی ما، اونم از اون سر دنیا. آتوسا خانم تو چته؟ اصلا چه تضمینی وجود داره که من بچه دار بشم بعد مادر شما این 14 تا سکه رو نذاری کف دستم و بگه برو از زندگی یکی یه دونه پسرم بیرون؟ ها آتوسا خانم، مادر من اصلا به زندگی ما کار داره؟ بله که داره، وگرنه سر قضیه اون 40 میلیون تومان اون علم شنگر رو به پا نمی کرد، اون همه کاراگو بازی در نمی آورد. اصلا چه زمانتی وجود داره که من سهمی از زندگی داشته باشم اگه بچه دار بشم؟ ها چه تضمینی؟ خدایا بسرت کنم. اگه تو ساده نبودی گول این که خودشو زده به مریضی رو نمیخوردی. چه ربطی داره مامان جون؟ 100 بار بهت گفتم اون هنر پیشه. آتوسا تب 40 درجه کرده، خطرناکه، خودشو نمیتونه بزنه به تب که همونجور که به زانود در آورد و برید گردوند خونه. تو ایراده دیدی که نمیدونی زنها چه موجودات آب زیر کاهی هست. دور از جون، خود شما هم زنی نا. برای همین میگم نمیشناسی چون مردی. من خودم روزی 100 هزار با خدا رو شد میکنم که مرد نیستم. میدونی چرا؟ چون نمیدونستم چطوری باید از پس این زنها بر بیام. اما من یه فکرهایی کردم که تا پس فردا بله رو از آتوسا خانم بگیرم.
یه ساله که همین حرفا رو تحویلم میدی. اگه تا دو روز دیگه از پسش بر نیاد خودم بلیط میگیرم میام ایران. نه، من خودم کار رو راستوریستش میکنم. اصلا تا فردا قول میدم یه خبر خوب بهتون بدم. الو ماما درسم آورسم ببینم بچه تو نبینم. ای بابا تو رو خدا اینجوری نکن دیگه، یه قضیه کوچیکو اینقدر بزرگش نکن. دیگه هم نمیتونم حرف بزنم، دهنم با نمیشه. خدافز. اینجور که تو کار میکنی که همهش ضرره، هم ضرر خودت هم ضرر من. این همه سرمایه میخوابه. خیالتون تخت پروانه خانم، اومده دستم که چجوری کار کنم. ببینیم و تعریف کنیم. این دفعه سه سوته آبش میکنم که نه برای شما ضرر باشه نه واسه خودم. خیلی خوب، انقدر رجز نخون، فردا بهت زنگ میزنم. هرچی شما بگی پروانه خانم. امری نداری؟ چرا؟ بفرمایی. اینا رو که قبلا فروختی پولشون میخوام، یادت نره بیاری. چشم. میگم حتما کلاسش بیشتر طول کشیده، وقتی هم تموم شده یادش رفته گوشیشو روشن کنه. بی خود نگرانی. دایی جون میخوام به درس زندگی یاد بدم، سرعت و علاقه و عشق تو آشپزی خیلی مهمه. برای چی دایی؟ آها، برای اینکه دوست چینی میگه اگه آشپزی رو با عشق و علاقه انجام ندی غذا لذیذ نمیشه و اون موقع است که سفرشو به درون وجود تو بد آغاز میکنه. این شروع فاجعه است. دایی، دوست چینیت آشپز بوده؟ بله، دوست چینی من آشپز بوده، اما کار اصلیش آموزش هنرهای رزمی بود. مثل دایی یک هنرمند همه فن حریف بوده. کجا؟ نگرانش هم، میترسم اتفاقی افتاده. سب کن، یه دقیقه باستا. نجا، تو برو چشت به اون غذا باشه، دست فقط بهش نزن. چیه؟ علیرضا 18 سالشه، بچه که نیست. مگه اتفاق فقط بر بچه ها میفته؟ نه خیر. ولی میگم چون کلاسش طول کشیده یه اتفاق این شکلی بی خود نگرانه. به آموزشگاه زنگ زدم، گفتن کلاس ساعت 7ش اصلا نرفته. و تو میگی چرا نگرانم؟ یه دقیقه چی؟ تو هم گن زدی با این شیوه تربیتی، تا بچه رو پاک از خودت فراری دادی. چرا چرت میگی؟ تو من این کارا رو میکردی، مادر دق میدادی. من مادر رو دق دادم؟ سهم افسانه کمتر از من نباشه مسلم باش بیشتر. من این قضیه چت کردنه این چیه؟ تو از کجا میدونی؟ حالو که نیستم میفهمم، ولی راهش دعوا کردن نیست. من میخوام دعوا کنم. آخه من با علیرضا دعوا میکنم برات گنده رو. بابا این کنکور قبول نمیشه ها، میترسم همه وقتش رو هدر بده، بعد که کار از کار میگذره. آره شما همون دعوا بکن، خون نریز، اصلا تابلو عصبی. هر چیزی یه ریشه‌ای داره که باید اون ریشه‌اش پیدا بشه. اون مرد شما بسپرش به عهده من، من خودم میبینم باش حرف بزنم. چی میشه؟ همه کارا رو باید به تو سپرد. اگه با حرف زدن درست میشد تو الان درست شده بود. بی اعتمادی. دایی خسته
شدم، میخوام بازه کنم. بیا دایی جان، بیا ببین علی رزرف مامان تو گوش نمی کنه، دلش کتک میخواد، مثل که تو هم میخوای حرف منو گوش نکنی. برو شما به من اجازه بده، ما مردیم، حرف هم دیگر بهتر میفهمیم. بذار یه بار من امتحان کنم، چه ایرادی داره؟ بیا. سلام علیک. شارژ موبایلم تمام شده. درست آدم سویچو؟ بفرمایید. بفرمایید شما که مردین زبونتون کار بندازیم ببینم چه تاجی به سر من میزنیم. حیرت زدت میکنم. وای احمد. چیه لابد مامان بهتون گفته یه علیرضا داره من دق میده نه؟ خوابه خاطر اینقدر جدی نگیر جلبک. لابد الان شما اومدی منو نصیحت کنین و بگین به فکر آینده باشم و از تجربیات شما تو زندگی استفاده کنم و از این حرفا. ببین تا وقتی که شما و مامان منو بچه فرض میکنی ما اصلا حرف هم دیگر نمیفهمیم. بابا دوبار دیده دارم چت میکنم جو از خودش داستان ساخته. میخوام دو کلمه با هم مردونه حرف بزنیم. پایه بزنیم. پس اول اینو بزنیم بعد حرفو بزنیم. دل درمونده دارم، یه دفتر خونده دارم، قصه داره در میزنه،